از ابتدای دهه 90 شمسی که تحریم‌های همه جانبه علیه ایران اعمال شد، روند فرسایش منزلت ژئوپلیتیک کشور هم شدت گرفت. اکنون فضا به گونه ای است که گویی جهان در پروژه‌های حیاتی خود در حال نادیده گرفتن ایران است. حتی گفته می‌شود خط گسل ژئوپلیتیکی آمریکا و چین از ایران به عربستان سعودی منتقل شده است. واقعیت آن است که وضعیت دنیا دگرگون شده و بسیاری از کشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس هم با درک این دگرگونی به سمت تعدیل سیاست‌های خارجی خود حرکت کردند. برای مثال بسیاری از کشورهای منطقه که متحدان آمریکا و غرب هستند برای پیوستن به سازمان همکاری شانگهای صف کشیدند. ترکیه به دنبال عضویت کامل است. مصر و اسرائیل به دنبال پیوستن در این سازمان به عنوان عضو شریک هستند و عربستان سعودی، بحرین و قطر هم درخواست‌های خود را ارسال کردند. سبک بازیگری این کشورها توجهات قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا و چین را به خود جلب کرده. در همین زمینه گفته می‌شود خط گسل ژئوپلیتیکی آمریکا و چین از ایران به عربستان سعودی منتقل شده است. این تغییر یک معنای بسیار مهم دارد و آن این است که آمریکا از تلاش برای تاثیرگذاری بر ایران برای فاصله گرفتن از روسیه و چین ناامید شده، زیرا ایران به هیچ وجه حاضر نیست سیاست آمریکا ستیزی را کنار بگذارد. اما مهمتر از آن این است که چین همین موضوع را دریافته و بنابراین برای نگه داشتن ایران در کنار خود ضرورتی نمی‌بیند که امتیازات سیاسی و دیپلماتیک زیادی به تهران بدهد، زیرا پکن به این نتیجه رسیده که با توجه به سیاست غرب ستیزی و آمریکا ستیزی حاکم بر ایران و در پیش گرفتن سیاست شرق گرایی افراطی توسط دولت رئیسی، ایران چاره ای جز این ندارد که در کنار چین بماند. دقیقاً از رهگذر همین موضوع میتوان به راحتی دلیل اهانت و بی‌حرمتی چین و روسیه نسبت به تمامیت ارضی را هم فهمید. اما در سمت دیگر عربستان با در پیش گرفتن یک سیاست منعطف و متوازن و با نزدیکی تاکتیکی به چین توانسته نه تنها توجه بیشتر آمریکا را جلب کند، بلکه باعث جلب توجه و تلاش چینی‌ها برای نزدیکی بیشتر به این کشور در جهت کاهش نفوذ آمریکا در منطقه شود و ریاض هم از این وضعیت به نفع خود برای تحقق برنامه‌های بلند پروازانه خود سود می‌برد. تلاش ریاض برای برجسته کردن مثلث چین، عربستان، روسیه و حتی قرارداد تازه امضا شده عربستان، ایران، چین گویای بخشی از سیاست عربستان برای ارتقای سطح بازیگری در راستای تأمین منافع ملی این کشور است. این تاکتیک عربستان باعث ایجاد نگرانی‌هایی در واشنگتن شده است و سبب شده آمریکا برای حفظ متحدان خود در منطقه تلاش بیشتری بکند. نمونه آن سفرهای مکرر مقامات آمریکا به عربستان برای تقویت روابط و اطمینان از حفظ اتحاد سنتی دو کشور است. بخشی از انتقال گسل ژئوپلیتیک چین و آمریکا به عربستان در تلاش چین برای کاهش هژمونی دلار نهفته است. چین از عربستان خواسته است که تجارت در بورس نفت شانگهای را آغاز کند و معاملات نفتی خود را به یوان انجام دهد. این در حالی است که پادشاهی سعودی در سال 1974 با آمریکا توافق کرد که معیار معاملات نفتی دلار آمریکا باشد، اما همکنون این پیشنهاد چین باعث نگرانی واشنگتن شده است. عربستان اگرچه به پیشنهاد چین پاسخ مثبت نداده، ولی با سکوت خود زمینه را برای امتیازگیری بیشتر از دو طرف فراهم کرده است. به طور کلی میتوان گفت بازیگری دقیق عربستان منزلت ژئوپلیتیک این کشور را نزد شرق و غرب ارتقا داده، در حالی که این موضوع در مورد ایران برعکس است. در چنین شرایطی احیای برجام و ایجاد توازن در سیاست خارجی کشور میتواند تا حد زیادی وضعیت را دگرگون کند، زیرا در آن صورت چین مجبور است برای حفظ ایران در کنار خود تلاش بیشتری کند. این وضعیت باعث میشود ایران علاوه بر لغو تحریم و گرفتن امتیازات از غرب، قدرت چانه‌زنی خود را نزد چین و روسیه هم به شدت افزایش دهد. اما وضعیت کنونی ایران به گونه ای است که نه تنها بازیگران قدرتمند جهانی، بلکه بعضی از بازیگران منطقه‌ای هم در حال دور زدن و نادیده گرفتن ایران هستند. برای مثال ترکیه اخیراً با نادیده گرفتن ایران، ثبات در قفقاز را به روابط ترکیه، ارمنستان و باکو مرتبط دانسته است و سعی دارد با تحمیل یک صلح بر ارمنستان و احداث کریدور زنگزور به نوع ایران را از تحولات قفقاز حذف کند. فضای جهانی به گونه ای است که با نگاه تکبعدی به مسائل جهانی نمیتوان منافع و مصالح ملی کشور را به نحو مطلوب تعیین کرد. برای تامین حفظ و ارتقای منافع ملی لازم است که سیاستمداران متناسب با تحولات منطقه‌ای و شرایط سیال سیاست جهانی تا حد امکان قدرت انعطاف و انطباق پذیری خود را بهبود ببخشند.